عزیز، مهمونای عزیز، در اینجا حضور آوردیم و همینطور هم کسانی که از طریق اینترنت به ما نگاه میکنن وحش شدن. میخواییم اول سال 2023 رو به تک تک شما تبریک بگیم. آمین. منم سلام و عرض ادب دارم به تک تک شما عزیزانم که الان حاضر هستین در سالن، همطور عزیزانی که از شبکه های مختلف به ما پیوستن. فیض و سلامتی رو بر شما در این سال جدید، ورود سال جدید، روز اول 2023 اعلام میکنیم. همطور بر تمام کلیساها در هر نقطه از جهان فیض و سلامتی و آرامی رو اعلام میکنیم و همینطور بیشتر از همه چیز روی ایران عزیزمون سلامتی، آزادی، صلح و عافیت رو روی ایرانمون و سرزمین عزیزمون اعلام میکنیم. آمین. و قبل از هر چیز میخوایم به طور خاص از طرف پاستور کلیسا و خودم به خاطر تبریکات پرمهرتون که از صبح در حال دریافت هستیم تشکر کنیم. همطور که میدونین تو این زمانهایی که شلوغ اعیاد، ما نمیتونیم، قادر نیستیم به تک تکتون به طور شخصی جواب بدیم. اینطور در جمع از شما سپاسگزاری میکنیم برای محبتاتون. ما هر دوتامون، نسیم و من، خیلی خوشحال هستیم که خدا امسال طوری هدایت کرد که معمولاً برای هر سال ما یک کلامی داریم، کلام برای این سال آینده که جلوی ماست. و این ابتدا میخواییم کلامای سال جدید رو امروز اعلام کنیم. یک سال شکرگزاری، ستایش و پرستش خواهد شد. یعنی یک سالی هست که نام پادشاه ما عیسی مسیح برافراشته و تجلیل شود. و خوشحال هستم که واقعا مخصوصا زمانی که نسیم در این قسمت خودش دعا میکرد و منم دعا میکردم، با هم دیگه صحبت نکرده بودیم، فقط هر دوتامون که آمدیم، هر دوتامون این توی قلب من بود که امسال تقدیم کنیم این پرستش های ما به عیسی مسیح، به اون پادشاه پادشاه و رب الارباب که واقعا لایق پرستشه. خیلی خوشحال هستم که مخصوصا ما میدونیم که در پرستشی که ما با روح و راستی او رو پرستش میکنیم، اونجاست که واقعا میتونیم بگیم تخت عیسی مسیح، جلال عیسی مسیح میاریم توی کلیسا، توی زندگی خودمون. و زمانی که نگاه میکنم میبینم که روح القدس ما رو اینطوری هدایت کرد، مثل اینکه خدا میخواد به وسیله روح القدس یه کارهایی در زندگیمون انجام بده که بیشتر و بیشتر از این کلیسا پرستش واقعی در حضور خداوند بیاد و مخصوصا با این پرستش تخت عیسی مسیح رو وارد کلیسا بکنیم. و این خاطر خیلی هیجان زده هستم ببینید که خدا به وسیله روح القدس چه کارهایی در سال 2023 خواهد کرد. و مهم اینه که ما بدونیم که فقط به وسیله مکاشفه هایی که هست که ما به دست میاریم، به خاطر این ملاقات هایی که با خدا خواهیم داشت، اون موقع هست که این پرستشی که هست، پرستشی که در صداقت بیرون خواهد آمد. پس خدا امسال کارهای بزرگی در زندگی شما خواهد کرد و مطمئن هستیم یک ملاقات هایی که اتوماتیک نه پرستش با زور بتونیم یک کاری وظیفه انجام بدیم، بلکه از بطن قلب ما، روح ما شروع میکنیم خدا رو پرستش کردن، اون پرستشی که واقعا در راستیه و همینطور هم خدا رو خوشنود میکنه. آمین. که امسال سالی باشه هر دومون این انتظار رو داریم که پرستش های ما، ستایش های ما، شکرگزاری های ما که در نام عیسی مسیح مثل بخوری خوشبو به مشام خدا بلند میشه، در نام قدوس عیسی مسیح خداوند زندگی های ما رو، مذبح های دعای ما رو و پرستش های ما رو، تماماً قلب و جان ما رو متحول کنه. چون که نام عزیز او، نام هستی بخش او که کلام خدا میگه، مخصوصاً این انسان باطنی ما، ایمان دارم که باید واکنش نشون بده به نام استثنایی عیسی مسیح خداوند و هیچ واکنشی سزاوارتر و در خور توجه تر از این نیست که او رو با تمام قلب و جان و وجودمون محبت کنیم در نام مقتدر عیسی مسیح خداوند. همونطور که در فیلیپیان میگه نام عزیز او رو بلند میکنه، در فیلیپیان باب 2 آیه 9 میگه عیسی که چون صورت در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت مشمرد، لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد
و چون در شکل انسان یاف شد خیشتن رو فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت عزیزان، از این جهت خدا نیز او را به غایت سرفراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نام هاست به دو بخشید تا به نام عیسی هر زانویی، هر زانویی از آنچه که در آسمانه بر زمینه خم بشه و هر زبانی اقرار کنه که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید نام پدر. یعنی آیه داره میگه عزیزان تمامی خلقت، آنچه که در آسمانه، آنچه که در زمینه، آنچه که زیر زمینه، چه عالم حال چه عالم آینده، باید یعنی نمیتونه در برابر نام عجیب استثنایی و عظیم عیسی مسیح تفاوت باشه. الان هر آنچه که در دنیای نادیده است، حالا فکر میکنیم نیست، اون گفتمانهای شاید منفی، خیالات، پستی، بلندی، هر آنچه که خود را خلاف شناخته نام عیسی مسیح بر میافرازه، باید به زیر بیفته، باید در برابر این نام خم شه. آمین. نام عیسی مسیحه که وقتی که ما در مذبحهای دعامون با شناخت، با اون حضور قلب نام او رو بلند میکنیم، حقیقتا بارها تجربه کردم که چقدر مذبح‌های دعای ما رو آتشین میکنه، چه اعلان قویه به ضد تمامی نیروهای تاریکی که بر خلاف کلیسا میخواد حرکت کنه. عزیزان خداوند میخواد امروز این نام عزیز و عظیم رو به وسیله قدرت روح القدس بلند کنیم. به این خاطرم گفتیم که امروز میخواییم وقت رو بیشتر بذاریم برای پرستش کردن و به مخصوصا به اون خدای نگاه کنیم که نام‌های زیادی داره. یه خدایی نیست که فقط بگیم که نجات دهنده هست و شفا دهنده هست. در هفته گذشته این قسمت هم همینطور خوندیم در اشعیا نبی باب 9، اینجا میگه قومی که در تاریکی سالک میبودن نور عظیمی خواهد دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. به حضور تو شادی خواهند کرد مثل شادمانی وقت درو، زیرا که یوغ بار او را و عصای گردنش یعنی عصای جفا کننده وی را شکستی، چنان که در روز مدیان کردی. زیرا که برای ما ولدی زایده و پسری به ما بخشیده شده است و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او. و اینجا میخوایم امروز مخصوصا در این پرستش میخوایم اسم عیسی مسیح، و اسمای زیادی هست که امروز میخوایم نگاه کنیم در اسم عیسی مسیح چه قدرتی هست. و بعضی وقت هست که ما عیسی مسیح رو محدود کردیم فقط در یک قسمت ها، و امروز آرزوی من و نسرین اینه که واقعا امروز با یک روح جدید رو بپرستیم، که واقعا نگاه کنیم در اون اسمی که صدا میکنیم عیسی مسیح، یا به زبان یونانی یشوع همشیخ، چه قدرتی هست زمانی که اسم او رو بلند میکنیم. و بعد از این میگه که و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سروری و سرور سلامتی. یعنی در اگه واقعا احتیاج به مشاوری داریم، در اسم عیسی مسیح است. زمانی که احتیاج داریم به معجزه ها، در نام عیسی مسیح معجزه هست. زمانی که دنبال یک قدرتی که بتونه غلبه بیابه رو همه چیز، در اسم عیسی مسیح این قدرت هست. همینطور این پدر سرمدی که بتونیم به وسیله او فرزندان خدا شویم، و همینطور هم یه چیزی که همه ما دنبالش هستیم، سلامتی. و در این قسمت نسینه که میخواد در مورد اون اسمی سرور سلامتی اعلام کنه و اشاره کنه. آمین. سرور انبیا اشعیا همچون که پاستور گفت برای توصیف نام زیبا و عجیب عیسی مسیح از 5 نام پرجلال صحبت کرده که هر کدومش حقیقتا میتونم بگم دفترها رو تقویم نتوان کرد، اینقدر عمیقه، اینقدر ژرفه این نام عظیم. فقط این شاهزاده سلامتی، این پادشاه صلح و سلامتی که در آخر بهش اشاره کرد. من فکر میکنم عزیزان ما در برهه از زمانی زندگی میکنیم که بیشتر از هر چیزی به سلامتی احتیاج داریم، به صلح احتیاج داریم. زمانهایی که در ایران، در افغانستان، در تمامی جهان کنونی ما یه جوری پر از ترس، تشویشه، انگار بنی بشر یه جوری
تهدید مرگ هر روز بیشتر قوی تر به او رو میاره. برای همین چقدر در ترس و تشویشه. گرمایش زمین که میبینیم داره انسان رو به انقراض میکشونه. جنگ‌های اتمی، تهدید جنگ‌های اتمی، لرزان بودن پایه‌های اقتصادی، ویروس‌ها و باکتری‌ها که از هر طرف یه جوری هجوم میاره، جنگ‌های خاورمیانه، این همه عزیزان داره ترس و تشویش در ذهن‌های ما، روان ما به وجود میاره، در حالی که سیستم روان ما، سیستم فیزیکی جان ما اصلا برای این ترس استراب طراحی نشده، اصلا طراحی نشده. ما مثل اون زمان عزیزان قومی هستیم، مخصوصا در خاورمیانه، در ایران، افغانستان، که در سایه موت ساکن هستیم. از ترس موت، روح موت داره به ما هجوم میاره. باشه که سیل نور جاری بشه در نام عیسی مسیح. مثل همون موقع که نور آمد، نور آمد و شادی شفا با خودش آورد، سیل نور جاری بشه و ادراک احساس ما، ذهن ما و ادراک قلب ما، وجود ما عزیزان، تا از تمامی این روح ترس ما دور بشیم و حفاظت بشیم. همجور که عیسی مسیح خداوند خودش میدونست وقتی که میخواست زمین رو ترک کنه چقدر حس میکرد شاگردان یتیمن، بیپناهن، پر از ترس و استرابن. گفت نترسین، من سلامتی خود رو به شما میدم، نترسین، در استراب نباشین، من سلامتی خودم رو به شما میدم، نه اون سلامتی که جهان به شما میده. دل شما مضطرب و هراسان نباشه. از اون سلامتی که در کنار دریا و با سرگرمی ها و قرص هایی که ما رو بی‌حس بکنه به وجود نمیاد، بلکه در هر شرایطی، در هر شرایطی وقتی قلب تو با سرور سلامتی در اون تولد تازه پیوند میخوره، در هر شرایطی در عمق وجود تو اون سلامتی عزیزان حس میکنی و به تو امید و شادی میدی که جلو بری در هر وضعیتی. آمین داره یا نه عزیزان؟ این پادشاه سلامتی، این شاهزاده سلامتی، یه دست بزنیم برای این خداوند عزیز ما. هللویا. عزیزان میدونستین که بیشتر از 200 نامهایی هست که عیسی مسیح داره؟ میخواییم با هم این اسما رو نگاه کنیم و این اسامی و لقب‌های که منعکس کننده شخصیت مسیح و خدمت او بر روی زمین برای ما هستند. می‌خوایم با هم اینا نگاه کنیم. اسم در اسم عیسی مسیح، همینطور که ما خوندیم، اسم او عجیب، مشیر، خدای قدیر. شاید اینو با هم اینو اعلام کنیم. آمین. می‌تونیم با هم به اسم اینو واقعا اعلام کنیم. در این اسم این قدرت هایی هستن، این شخصیت هایی هستن. پس با هم بگیم خدا عجیب، مشیر، خدای قدیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، ایمانوئل، من هستم، شفا دهنده، بره خدا، نجات دهنده، نور جهان، نان حیات، آب زنده، تاک حقیقی، شبان اعظم، داماد، صخره، کاهن عظیم، داور حق، پادشاه جلال، امید و حق، شیر از سبت یهوه، قیامت و حیات، کلام خدا، پادشاه پادشاهان، رب الارباب، الفا و امگا، اول و آخر، حیات ابدی، قادر متعال. دست بزنیم برای اون اسمایی هستن. هللویا خداوند. هللویا. مرسی خداوند. کمی نیست نه؟ میتونیم باش دوباره بشینیم. به احترام به خداوند میخوام بایستیم و اعلام کنیم. آمین. وقتی به این اسامی نگاه میکنیم خیلی بیشتره. بیشتر از 200 اسم و القاب داره. حقیقتا فقط میتونم بگم سرچشمه برکات آسمان و زمین در نام عزیز عیسی مسیح. گنجینه های حکمت در نام عزیز عیسی مسیحه. حقیقتا وقتی به این اسامی فکر میکنم فقط میتونم بگم، اگه بخوایم بریم تو عمقش، باز هم میتونم بگم دفترها رو تقویم نتوان کرد. هیچ دفتر گنجایش نداره که ما بخوایم از نام عزیز عیسی بخوایم صحبت کنیم و بخوایم راجبش فکر کنیم. احساس میکنم حتی فکر ما تا اون گنجایش رو نداره، اون ظرفیت رو نداره. وقتی به اینا بازم رسیدم فقط همین
نمیدونستم واقعا از کدوم اسم بگم. فقط یاد مزمور 84 آیه 4 افتادم. این مزموره که داره مزمور نویس تشنگی و اشتیاق خودشو برای خانه خدا. خانه خدایی که وقتی جماعت خدا با هم جمع میشن نام عزیز او رو بلند میکنن. انگار که این مزمور نویس میگه مثل یه زائری، مثل یه زائری تشنه و گرسنه خدا. وقتی در جماعت نام عظیم او رو تسبیح میخوانن. چطور قدم به قدم، چطور قوت به قوت، چطور از جلال به جلال در هر وضعیتی حرکت میکنه تا دوباره در این چرخه عالی آسمانی به اون شهر سلامتی، به اون پیوند با عیسی مسیح، این شاهزاده سلامتی برخورد کنه. مزمور 84 اینطور میگه: خوشا به حال آنانی که در خانه خدا ساکنن. عزیزا خوشا به حال شماها، خوشا به حال شماها که الان در هر وضعیتی میتونستیم بشین پای اینترنت. فقط خیلی فرق میکنه عزیزان. مارتین لوتر میگه وقتی در خانه هستم خدا رو میپرستم، او رو ستایش میکنم، هیچ چیزی نیست که شعله های اشتیاق و عشق رو در من مشتعل کنه. ولی وقتی با قوم خدا خدا رو میپرستم، نام او رو بلند میکنم، انگار یه یخهایی در قلب منه که اون همه آب میشه و من با قوم و با خدا به طور خاصی یه مداخله الهی قرار میگیره که نمیدونم چه اتفاقی میفته. فقط من قوت تازه و روحی تازه پیدا میکنم. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنن و تو را دائما تسبیح میخوانن، دائما شکرگزاری میکنن، دائما حمد میگن، دائما تو را ستایش میکنن. اینا همه فرق داره. شکرگزاری برای کارهایی که خدا کرده، ستایش برای اینکه زیبایی او رو، مثل یه عروسی که داماد رو داره میگه تو مرغوب ترینی، تو بهترینی، تو عزیزترینی، دهان تو بوی عسل و شیر میده، داماد به عروس میگه، عروس به داماد میگه، اینا همه ستایشه. میگه خوشا به حال این افراد و پرستش ما رو وارد قدسای اون میکنه. حالت تسلیم، حالت سرسپردگی عمیقی به ما میده. اینا همه مزمور نویس میگه در خانه خدا به وجود میاد. خوشا به حال این افراد، خوشا به حال مردمانی که قوت ایشان در تو هست و طریقهای تو ای خداوند در دلهای ایشان، چون از وادی بکابور کنن، چون از وادی سایه های مود، از این جنگ ها، از این صبح تا شب خبرهای بد عبور میکنن، ولی چون با تو هستن، چون با تو هستن، باران برکات اون رو میپوشونه، جون میگیرن، دوباره بلند میشن، از ته جا بلند میشن، از قوت به قوت، از جلال به جلال میخرامن عزیزان، تا هر یکی به قوت نام عیسی مسیح دوباره در شهر خدا صهیون، شهر سلامتی، یعنی پیوند با عیسی مسیح، یکی شدن با عیسی مسیح، اونجا حاضر بشن. خوشا به حال این افراد. آمین. همینطور که قبل از این گفتم، زمانی که واقعا میخواییم خدا رو با روح و راستی بپرستیم، باید یک شناختی داشته باشیم چه خدایی میپرستیم. قبل از این گفتم که ما بعضی وقت عیسی مسیح رو فقط محدود میکنیم، نجات دهنده، شفا دهنده و تمام خدایی که فقط برای نیازهای ماست. فقط ما باید دیدمون عوض کنیم، بلکه نگاه کنی به اون خدایی که با این از طریق نه فقط شخصیت، از طریق این اقتدار، از طریق این بزرگیش، این عظمتش، زمانی که نگاه میکنیم که عیسی مسیح فقط آمد، انسان شد، رفت اونجا روی دست راست پدر نشسته، این پرستش، این احترامی که احتیاج هست به حضور خداوند نمیاریم. ما میخواییم توی کلوسیا ما به 1:15-16 با دقت بخونیم و میگه که این همون عیسی مسیح است که جلوی تخت او وارد میشیم. او صورت خدای نادیده هست، نخست‌زاده تمام آفریدگان، زیرا که در وی، یعنی در عیسی، همه چیز آفریده شده، آنچه در آسمون و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختا و سلطنتا و ریاستا و قوت، همه به وسیله او و برای او آفریده شده. این عیسی هست که ما میپرستیم. فقط منجی نیست،
اون خداونده و مرکز تمام کائنات هست. ما جلو اون خدای آمدیم و به این خاطر برای این پرستش اون خدا یک روح جدیدی احتیاج داریم که نه فقط زبانهای ماست بلکه زندگی ماست، قلبهای ماست. او از قبل از هر از همه او و او قبل از همه هست و در وی همه چیز قیام کرده، قیام داده. و این میخوام، تقریبا دو هفته پیش بود در تراوت بود اونجا برنامه ما، اونجا اشاره کردم در مورد اون پادشاهی که ما پرستش میکنیم. در این دنیا پادشاه‌های زیادی هستن و این پادشاه‌ها موندنی نیستن. و زمانی که ما اسم عیسی مسیح رو عنوان پادشاه میاریم، این پادشاه هست که تمام این خصوصیت‌هایی هست که اینجا الان ما خوندیم، این پادشاهی که مرکز تمام کهکشان‌ها هست، این پادشاهی هست که تا ابد سلطنت خواهد کرد. یک پادشاهی داریم که بعد از مرگ ما تا ابد پادشاه ما خواهد شد. و افتخار میکنم اون پادشاه من همینطور خداست. خداست که سلطنت میکنه، که گذشته منو میدونه، حل کرده، در حال با من زندگی میکنه و آینده منو، سرنوشت منو در دستش گرفته. و این خدا رو میخواییم آشنا بشیم توی این زمانهایی که در این سالی که هستیم، که واقعا زمانی که میاییم به حضور خداوند یک پرستشی باشه که واقعا این مکان مقدس پر از روح خدا باشه و مطمئن باشیم. و من میدونم و باور میکنم در اون پرستش های واقعی هست که خدا شروع میکنه عمل کردن و معجزه کردن. همینطور هم که نگاه میکنیم به آینده زندگی ما در مکاشفه باب 4، اینجا قسمت هایی هستن که اونجا صحبت کرده شده، یعنی نوشته شده، و اینجا فقط قسمت هایی میخونیم. اینجا در آیه 8 و همینطور 10-11 میگه قدوس 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 هست خدای خداوند، خدای قادر مطلق که بود و هست و میآید. این تمام فرشته ها در حضور خداوند این پرستش رو میارن. این پرستشی هست که واقعا میتونم بگم خدا لایق این پرستش هاست که همه خم بشیم به حضور او. بعد از این میگه آن 24 پیر پیش روی تخت نشین بر خاک میافتند و او رو که جاودانی زنده هست میپرستند و پیش تخت او تاج از سر فرو میگذارن و میگوین ای خداوند، خدای ما، تو سزاوار جلال و تو عزت و عزت و قدرتی، زیرا که آفریدگان همه چیز تویی و همه چیز به خواست تو به وجود یافت و به خواست تو آفریده شده. این پرستش هایی هست که خدا میخواد ما رو، کلیسای ما رو و تک تک ما رو در سال 2023 ببره، که مثل همون 24 تا این پیران که آمدن تاج خودشون دیگه هیچ چیزی درونش نموده، زیر دستای پاهای خداوند گذاشتن و شروع کردن عبادت کردن. و این پرستشی است که خدا میخواد کلیسای ما و همینطور تک تک ما رو هدایت کنه. و الان پاستور میخواد یک مزامیر عالی براتون بخونه، یعنی همه با هم بخونیم، که حقیقتا میتونم بگم موجی از پرستش رو در قلب‌های ما جاری میکنه. در این مزمور انگار تمامی خلقت مثل یک سمفونی پرشکوه از یک سرایندگان عظیم که نوعهای مختلف در اون میبینیم، با یک هماهنگی کامل، با یه هارمونی خیلی زیبا دارن خداوند رو میپرستن عزیزان. و از پرستش اونا ایمان دارم هر موقع که اینو میخونیم با اون آگاهی احساس میکنیم که موجی از پرستش وارد قلب ما میشه. و امروز پاستور میخواد هدایت کنه این مزمور رو که با هم بخونیم. قوم اسرائیل زمانی که توی بیابون بودن، تعداد زیادی، تقریبا بیشتر از 2 میلیون نفر بودن، و الان زمانی که خدا میخواست حرکت کنه به این کاهنان، کسانی که مسئولیت رو داشتن، یک کرنه‌ای بود که شروع میکردن این کرنه رو
نواختن و این یه فراخوانی برای حرکت بود، فراخوانی که قوم اسرائیل رو از این بیابون وارد کنان، این کشوری است که جایی بود که خداوند می‌خواست قوم خداوند رو یا قوم اسرائیل رو هدایت کنه. همینطور ما یک در زمانی هستیم که خدا می‌خواد قوم خودش رو با این فراخوانی، با این کرانه هدایت کنه که ما رو به سمت خودش هدایت کنه، سمت اون پرستشی که او واقعا لایق پرستیده بشه. به این خاطر ما میخواییم قبل از اینکه این سرود رو این کلام رو بخونیم، مزامیر 150 با هم بیستیم و اینو میخوام با هم بخونیم. و قبل از این میخوام الان عنوان یک سمبول که بتونم اینو چی میگن؟ بنوازم. و مثل یک صدایی هست که این صدا سمت خدا میرسه و خدا شروع میکنه به عمل کردن. آمین. و بعد از اینم وارد پرستش خواهیم شد و امروز هم امیدوار هستم همون چیزایی که الان اشاره کردیم در مورد نام عیسی مسیح واقعا یک شوقی در زندگی شما، در روح شما قرار بگیره که بتونیم امروز نام او رو برافرازیم و مطمئن باشین امروز هم مخصوصاً که عشاء خواهیم داشت که خدا در بین ما کارهای بزرگی انجام بده. آمین. فراخانه برای این مزموری که با هم بخونیم. در قدس او تسبیح بخوانید، فلک قوت او را تسبیح بخوانید، او را به سبب کارهای عظیم او تسبیح بخوانید، او را به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید، او را به آواز کرنا تسبیح بخوانید، او را با بربط و عود تسبیح بخوانید، او را با دف و رقص تسبیح بخوانید، او را با ذات و اوتار و نی تسبیح بخوانید، او را با سنج‌های بلند آواز تسبیح بخوانید، او را با سنج‌های خوش صدا تسبیح بخوانید. هر که روح دارد خداوند را تسبیح بخواند. هللویا. آمین. گروه پرستش خواهش میکنم میتونید عزیزان کانون شادی هم نیازی نیست امروز جلو بیاید، میتونید با مربیان خودتون به اتاق خودتون برید. شادی خدا و سلامتی با شما باشه بچه های عزیز. هللویا. خداوند تو حرمت شکوه و قدرت بحر خدای جاودان آیت ملت ها تمام خلقت نرد بشت و روزانی از زبانی اقرار کنن جلال تو را هر زانوی خواهم شود در هم نهد نام تو برم خوش ببن دوباره بگیم سپاس و حرمت. سپاس و حرمت شکوه و قدرت بر خدای جاودان آیت ملت ها تمام خلقت در نزدش دارو زنی هر زبانی Come on.
سلطنت عیسی، سلطنت عیسی پاینده است، خانیم خدای جاودان. خدای جاودان، خدای جاودان، خدای جاودان. هاللویا خداوند، مرسی خداوند، مرسی خداوند که خداوند ما رو خواندی که بتونیم بیایم خداوند جلوی تخت فیض تو، اول با تو آشنا بشیم، این نجات رو به دست بیاریم که بتونیم در روح راستی پرستش کنیم خداوند. مرسی از کارهای عظیمی که در زندگی ما کردی خداوند. امروز میخوایم افتخار کنیم به تو که تو خدای ما هستی و از کارهای بزرگ تو میخوایم، شهادتهای تو میخوایم اعلام کنیم خداوند. هللویا خداوند. کارهای خدا Thank you.
خداوند میخوایم تمام دلمون و منم اینطور قربانی پرستش به حضور تو بیاریم خداوند. خب نام تو امروزم برافرازم چون تنها لایق حمد و پرستش هستی خداوند. تو هستی که زندگی منو در سال 2022 دیگرگون کردی، تو هستی که به من سلامتی دادی خداوند، تو به من هدایت کنی در حتی در اشتباه ها، در شکست ها، تو هستی که منو بلند کردی خداوند. مرسی از تمام نعمت های تو، مرسی از تمام کارهایی که تو کردی و منم اطلاعی ندارم. مرسی خداوند که محبت تو، صبر تو روز به روز منو هدایت میکرد. افتخار میکنم عیسی که تو خدای من هستی، پادشاه من هستی. تمام دل و جان به تو بگم دوستت دارم، چیزی بهتری از تو وجود نداره خداوند. افتخار منه که نام تو رو برافرازم، بلند کنم خداوند. مثل همون پیرانی که ما خوندیم خداوند، آمدن تاجشو زیر پاهای تو گذاشتن، چون خداوند هیچ چیزی در ما نمیمونه خداوند، همه چیز باید تو باشی خداوند. هاللویا خداوند، تو بی نظیر هستی خداوند، تو بی نظیر هستی، بی همتا هستی خداوند، هیچ کسی مثل تو نیست خداوند. سال جدید رو با این پرستش رو کن، اعلام کن نام او رو، نام عیسی مسیح بر افراز، نام عیسی مسیح بر زندگیت. هللویا خداوند، شیر یهودا هست، شیر یهودا هست، نام تو رو برمی‌آورم، نام تو رو هم بلند کنم.
اسم عیسی مسیح اونجا پیروزی است. اسم عیسی مسیح این پرچم پیروزی رو بلند کن در زندگی تو، اعلام کن، فقط به اون نگاه کن. نام تو رو برمی افرازیم خداوند، این پرچم پیروزی رو. هللویا خداوند، هللویا خداوند، مرسی، برمی‌افرازیم روی زندگی ما، روی خانوادمون، روی کشورمون خداوند، در نام تو نجات، در نام تو شفا، در نام تو نور و راستی است خداوند. نام عیسی را برمی‌افرازیم چون پیروزی پیروزی بر تا هر کس بتواند آن را بیند، چون او تنها را خواهیم نامش بر افراشته بینیم، ما میخواهیم، ما میخواهیم نامش بر افراشته بینیم، قدم به قدم به پیش میرویم، تقدیر را تقسیم میکنیم، با اسلحه پر قدرت دعا قلعه ها را We'll be right back.
فکر میکنم باور میکنیم که اون خدای ما عیسی مسیح که 2000 سال پیش در این دنیا بود و هر جایی که میرفت سلامتی، صلح، آشتی، آزادی میآورد. آمین. باور میکنی به کلام خدا؟ نه، داستانهایی فقط نیست، حقیقتهایی هست که اتفاق میفته. اون خدایی هست که زمانی که انسان شد، خیلی جالبه که خیلی هستن که باور نمی کنن انسان شدن عیسی مسیح. باید به این دید نگاه کنیم که انسان به شباهت یا نه خدا ب... نه انسان به شباهت خدا خلق شد، آفریده شده. باور میکنیم؟ کلام خدا میگه که بیاییم و انسان رو شبیه ما خلق کنیم. چون ما شبیه خدا خلق شدیم، به این خاطر خدا میتونه بیاد در یک انسان و انسان رو بپوشونه و انسان بشه که بتونه اونجا رحمتهای خودش رو، فیض خودش رو به ما نشون بده. و همینطورم قدرت شیطان رو و هر قدرتی هست که ما رو از این حیات، از این سرنوشت ما که میخواد خراب کنه، نابود کنه، آزاد کنه. و عیسی مسیح که ترک کرد و گفته که من شما رو یتیم نمیذارم، بلکه پیش شما میام. و این روح خداست که این کارهای عیسی مسیح رو، اول نام عیسی مسیح رو بلند میکنه و کارهای عیسی مسیح رو اینجا انجام میده. باور میکنی که در این زمانی هم که ما زندگی میکنیم، باور میکنی که کورا میتونن بینا بشن؟ باور میکنیم که افرادی که فلج هستن میتونن بایستن؟ اون خدایی هست که معجزه ها انجام میده. و میخوایم این سرود رو بخونیم و اعلام کنیم، تنها عیسی، فقط عیسی، چون او خدای ما، عیسی مسیح بی نظیر، شگفت آور، بسیار عالی هست. و اینو میخوام به یادمون بیاریم، عیسی مسیح 2000 سال پیش چه کاری کرده، الانم انجام میده به وسیله نام او. جرم و خطاهای ما را با خون پاکش فدیه کرده، کیست که با ایثار عشق عظیم است ترس و غضب را از ما برداشته. عیسی، تنها عیسی، فقط عیسی، چون او هست بی نظیر، شگفت آور، بسیار عالی. کیست که دیوها و امراض بد را با یک حرف اخراج می کند، درهای باز را مهیا کرده، افسرده را نور امید بخشد، کیست که غم را به شادی تبدیل کند، از کبیر یک باغ عدن سازد، کیست که پس از مرگ بعد از سه روز زفرمند قیام کند. عیسی، فقط عیسی، فقط عیسی، چون او هست بی‌نظیر، چه
کیست که همه چیز را نو می سازد، از ما خلقتی تازه بسازد، جمع را بست آسمان را باز، روح القدس را باید قدرت را نزیزد. کیست که تواند هویت نو بخشد، از ما شاه و شاهزادگان سازد، تنها یک نامی از یک نام عظیمی که هر انسان همه چیز دریافت کند. عیسی تنها عیسی الان هم این چیزایی که ما خوندیم در هر قسمتهایی که احتیاج به آزادی، احتیاج به شفا، اسم او رو بخون. تنها عیسی مسیح، فقط عیسی مسیح، اوست بی نظیر، شگفت‌آور، بسیار عالی. نام او رو بخون در هر قسمتهای زندگی تو، احتیاج داری با ایمان با اعتماد نام او رو بلند کن. تو هر مشکلی، تو هر دردی، هر ناامیدی و هر مریضی، هللویا خداوند، در نام او خوندیم. این نامای زیادی که ما خوندیم، برای هر قسمتی که ما اینجا قرار گرفتیم، یک نامی هست که اونجا خداوند به وسیله حضور خودش، قدرت خودش، قدرت شفا بخشش شفا میده، آزاد میکنه، امید میبخشه. اگه در ظلمت هستی، اسم او رو بخوان، زبان بپیار. هللویا خداوند، مرسی خداوند، مرسی خداوند. احتیاج به یک مشورت کننده داری؟ اسم عیسی مسیح، مرسی
مرسی از حضور تو خداوند. ندایت باران است در سرا، شکوهت سمی را میگرداند، نجوای تو آتش رو فرو ریزد. کلام خداست، کلامی است که همه چیز رو، هستی رو به وجود آورده. کلام تو قدرت داره، پر از حیات خدا. خدا من نمیفهمم این عظمت بزرگی کلام تو، فقط میدونم، باور میکنم آواز تو واقعا همینطور که خوندیم زمین رو می‌لرزونه. چه قدرتی باید در کلام تو باشه خدا من. مرسی خدا من. چشمای ما رو باز کن خدا من که عظمت تو رو ببینیم، قدرت تو، شکوه تو، درخشش تو خداوند.
جلالی هست که مثل یه آتش میسوزه. کیست میتونه، کیست بتونه بیا در حضور تو خداوند؟ کیست اجازه داره خداوند نزدیک به تو بشه؟ مرسی که خداوند تنها خون توست خداوند که میتونه ما رو پاک کنه، ما رو بپوشونه که بتونیم جلوی این خدای واحد، خدای عظیم، مرسی خداوند، مرسی. این یک کلامی از تو کافیه، باور میکنم همه چیز تغییر پیدا میکنه خداوند. مرسی، اجازه دارم این خدا، این خدای مثل تو آشنا بشم. مرسی که هر چیزی که ما نیاز داریم، احتیاج داریم، شما شبیه تو خلق شدیم، همه چی در نام تو مخفی خداوند. مرسی خداوند، بر مرسی خداوند که به ما اجازه میدی بیایم به سفره تو، به این میز خداوند. مرسی که میتونیم در اونجا همینطور ملاقات داشته باشیم. هللویا خداوند. آمین و آمین. همطور که هممون تجربه کردیم، سالی که گذشت 2022 پر از حوادث تلخ و شیرین بود، نیست؟ من فکر میکنم تلخش خیلی بیشتر بود، به خصوص برای مسائلی که در
ایران به وجود اومد، پاره های تن ما که چقدر رنج کشیدن، چقدر داد و فغان و ناله می آمد. وقتی که حس می کردیم همه کار خواستنیم اما هیچ کار نتوانستن، واقعا جان ما خم می شد. در این سالی که گذشت خیلی قویاً احساس می کردم همه ما تو بیابان هستیم، یه بیابان خشک و برهود، هرچند که درسای خودشو داشت. خیلی چیزها رو یاد گرفتیم، خیلی چیزها رو آموختیم. یکم وقامت روحانی ما به خاطر این چالش ها، تجربه ها افسوده شد عزیزان. ولی همطور که قوم خدا در بیابان بود و چقدر تجربه هایی داشت، فقط خدا نمیخواست که اونا در بیابان بمونن، برای همین میخواست اونا رو عبور بده. بعد از 40 سال از بیابان اونا باید عبور میکردن. ولی خدایی که در دولتمندی، در محبت عظیم و بیماننده، میدونست قوم نمیتونن تک و تنها وارد مکان و زمان تازهی بشن. میخواست قوم رو انتقال بده به یه فصل تازه، به جایی که دیگه اون سختی های 40 سال نباشه، پیروزی ها رو، آزادی ها رو تجربه کنن. ولی خدا میدونست که اونا تنها نمیتونن، برای همین یوشع رو برای اونا بلند کرد. نام یوشع، معنی نام یوشع یعنی نجات دهنده. این نجات دهنده رو برای اونا بلند کرد. بدون نجات دهنده اونا نمیتونستن وارد سرزمین وعده بشن، نمیتونستن اون همه آزادی ها رو تسخیر کنن، به دست بیارن، نمیتونستن دشمن شکست خورده رو شکست بدن. اونا نمیتونستن. موسی به اونا شریعت داده بود ولی شریعت اونا رو وارد نمی‌کرد، نمیتونست شریعت اونا رو وارد سرزمین موعود کنه. برای همین خداوند یک نجات دهنده به اونا داد. امروز هم ما یک نجات دهنده داریم، نیست؟ عیسی مسیح خداوند که در این زمان انتقال، در این زمان عبور از سال 2022 که مثل یک بیابان برهوت و خشک بود برای خیلی از ما، میخواد ما رو عبور بده عزیزان. با وصل شدن به این نجات دهنده، با پیوند به عیسی مسیح خداوند، قدرت میابیم که وارد سرزمین بشیم، به خصوص اولین شهر اریها. من وقتی اریها رو در باب 6 میخوندم فقط یاد ایران میافتادم، و اون همه دیوارهای سنگین، و اون همه قل و زنجیر، و اون همه دشمنایی که تمام شهر رو احاطه کرده بودن، چطور قوم میتونست اونجا رو تسخیر کنه؟ و خیلی جالبه، قبل از باب 6 آیه 5 اونا باید پرستش میکردن، ولی قبل از پرستش عزیزان، قبل از اینکه پرستش کنن، به وسیله ستایش و پرستش دیوارهای سهمگین اریها رو بریزن، دشمنهای شکست خورده رو با خاک یکسان کنن، اونا باید تغذیهشون عوض میشد. اونا باید یک رژیم غذایی تازه رو دریافت میکردن. نمیدونم یادتونه، خداوند هر موقع که میخواست قوم خدا رو وارد یک زمان و مکان تازه بکنه، غذای اونا رو عوض میکرد، چون که باید اونا انسانهای متفاوتی میشدن با یک رژیم غذایی خاص. وقتی تو سرزمین مصر بودن در زمان بردگی، چی تغذیهشون بود؟ چی میخوردن عزیزان؟ سیر و تره و پیاز، نیست؟ اگه کسی این مواد رو بخوره خیلی آسونه که بفهمی چی خورده، نیست؟ تمام مکنونات اون چیزی که خورده از دهانش بیرون میاد. خیلی عجیب بود که قوم با انقدر با این تغذیه به ذائقه‌شون سازگار بود که 40 سال بازم هی میخواستن برگردن. آخه سیر و پیاز و تره چه کیفی داشت، تمام جانشون عادت کرده بود. بعد خداوند اونا رو از مصر بیرون آورد، وارد بیابان کرد و به اونا نان فرشتگان رو داد، غذای روحانی که حتی پدران اونا تجربه نکرده بودن، مننا. 40 سال تغذیه کردن این غذا رو، ولی همچنان در این 40 سال یاد پیاز و تره و سیر می افتادن. ولی یه رژیم غذایی سوم هم بود، خداوند اونا رو میخواست عبور بده، اونا رو میخواست منتقل کنه به یه مکان تازه، زمان تازه. برای همه اونا باید انسانهای متفاوتی میشدن با یه تغذیه تازه، تا بتونن اون آزادی که در فکرشون بود، آرزوشون بود، اون سرزمین شیر و شهد و عسل رو
تسخیر کنن. برای همین خداوند به اونا گفت وقتی وارد سرزمین موعود میشین دیگه من قطع میشه و شما از نوبر محصول زمین نان فطیره بدون خمیر مایه رو بر میدارین تغذیه میکنین. همون روز که وارد سرزمین موعود شدن، مکان تازه، زمان تازه، من قطع شد و قوم و اون نوبر محصول نان فطیر را نوش جان کرد تا قوت بیابه اون دیوارهای اریها رو فرو بریزه، دشمن شکست خورده رو شکست بده. آمین. با اون قوت. و امروز عزیزان کلام خدا در اول قرنتیان باب 15 میگه مسیح نوبر ماست، مسیح نوبر خفتگانه، مسیح آن نان فطیر ساده دلی بی آلایش پاک قدوسه که امروز خداوند میخواد ما از این تغذیه جانمان حیات تازه بیابه تا بتونیم عبور کنیم وارد سال 2023 بشیم که سختی های خودشو داره، ولی خداوند میخواد از این نان حیات، از این پیاله برکت، از این قلب تپنده مسیحیت که آیین مقدس عشای ربانیه ما تناول کنیم. ما نمیتونیم این نان رو جذب کنیم، ما نمیتونیم این نان را حذف کنیم عزیزان تا اینکه اون پسمونده های پیاز، تره، سیر از ما خارج نشه. اینا همه سمبل تکدرها، تلخیها، آزردگیها، نبخشیدنها، سایشهایی که با همدیگه در روح جانمون بوده به خاطر ناآگاهیمون و عیسی مسیح رو ببخشه خداوند. نمیدونن اینا دارن چی کار میکنن و ایمان دارم خداوند میخواد عزیزان وارد گذشته ما بشه. آنچه که آسیب بوده، درد بوده، آن چیزی که تلخیه در قلب ما، تمام اونا رو از خودمون دور کنیم. آمین. تا بتونیم بیاییم نان فطیر ساده دلی قدوسیت، این نان حیات رو که میتونه جانهای ما رو قوی کنه، برای اینکه بتونیم به ایران و ایرانی خدمت کنیم، گمشده ها رو مثل عیسی مسیح خداوند پیدا کنیم و اونا رو به خونه برگردونیم. آمین. در کلام خدا اگه لطف کنی پولس قبل از اینکه جماعت خدا رو به میز عشا، میز برکت، این نان شفادهنده، این نان رحمت و پر از فیض دعوت کنه، در باب اول قرنتیان باب 11 از آیه 23 میخونم براتون. زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما سپردم که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردن نان را گرفت، شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این است بدن من که برای شما پاره می شود، این را به یادگاری من به جا آورید. و همچنان پیاله را نیز بعد از شام گفت این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه از این بنوشید به یادگاری من بکنید، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر خواهید کرد تا هنگامی که باز آیم. پس هر که به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طور از این نان بخورد و از این پیاله بنوشد، زیرا هر که میخورد و مینوشد فتوای خود را میخورد و مینوشد اگر بدن خداوند را تشخیص نمیدهد. عزیزان بدن خداوند فقط بدن خداوندی نبود که روی صلیب برای گناهای ما پاره پاره شد و خونش ریخته شد، بلکه امروز به بدن روحانی مسیح که کلیساس اشاره میکنه. عیسی مسیح میگه بدن مسیح، بدن من عروس منه و تعصب خیلی زیادی نسبت به عروسش داره. و خداوند میخواد یه چند دقیقه ما در سکوت باشیم. عزیزان اگه خواهری برادری حقی برگردن تو داره، اگه ناآگاهانه کاری کردی که دل کسی رو بشکنه، خداوند میگه یا حتی در خانواده تو، در گذشته تو،
نبخشیدنی هست، خیلی سخته. فقط همطور که گفتم عیسی مسیح با ماست، قوت قیام مسیح با ماست که این معجزه بخشش رو به ما بده و طلب بخشیدن رو، که بتونیم امروز به شایستگی به این قلب تپنده مسیحیت، آیین مقدس نزدیک بشیم و به شایستگی نان فطیر رو بخوریم و جان ما فربه بشه نظر روحانی. آمین. یه چند لحظه در سکوت چشمای خودمون رو می‌بندیم. ایمان دارم که روح القدس بین ماست و نور روح القدس می‌خواد بتابه بر اون زوایای قلب ما و خودتو در حضور خداوند ببین. اگه جاهایی رو روح القدس یادت میاره، بی تفاوت نباش. حتی جاهایی که انقدر سخته بخشیدن، میتونی بهش بگی خداوند خیلی سخته، فقط میخوام با قوت تو و روح تو این معجزه بخشیدن رو دریافت کنم. نمیخوام با این بوهای مکروه وارد سرزمین تازه، مکانی تازه، زمانی تازه بشم، چون ای خداوند تو با من کار داری، تو برای قوم من، ایران من با من کار داری و من باید در روح، در قوت جون بگیرم و قوت بیابم ای خداوند. یه چیزی هم که همینطور احساس میکنم که خدا امروز هم میخواد تو رو هدایت کنه، چون مخصوصا امروز هم در مورد پرستش صحبت کردیم، وارد این بُعد پرستش جدید بشیم. چه کلام خدا میگه که من فروتنان رو فیض میبخشم و متکبران رو مقاومت میکنم. احساس میکنم که خداوند حتی میگه در قسمت هایی هست که جا قرار گرفتی که روی حق خودت ایستادی، به خداوند امروز میخواد به تو بگه آیا حق تو مهمتر از منه؟ بدون پسرم و دخترم، من روی صلیب از حق خودم گذاشتم. که حتی حق داشتم شکایت کنم، فقط رها کردم. و این باعث شد که پدرم منو از مردگان بر خیزانیست. به این خاطر پسرم و دخترم، شاید در جایی قرار گرفتی رو حق خودت ایستادی و فکر میکنی بهتر میدونی، خدا من امروز هم میتونی که من فروتنان رو فیض میبخشم، بر میافرازم. امروز نگاه کن آیا حق تو مهمه یا ملاقاتی با اون پادشاه جلال. رها کن. بگذار این 2023 خدا من میگه که با یه فکر آزاد شروع کنی. و بدون که من عدالت تو هستم و من حق تو هستم.